دوباره با داوودو میاریم بالا صحبت میکنیم، یه سری سوالا ازش میکنیم، صندلی داو میذاریم براش. آفرین آفرین. صندلی داو دلمه که از دعوا موا نگو، از دعوا و کجا بودی اینا رو نه، چی داری؟ دعوا آخه ما که دو مداش ما دنبال دعوا نیستیم، داشت ما دنبال مانی. مانی کجاست؟ سیونل کجاست؟ ولی همه دوستت دارن و همه کامنت های خوب دارن میذارن، میگن آقا داوود سلطان انشالله سلامت باشی. درست. همه دارن گنگستر تیر میخوره، چاقو میخوره، دعوا میکنه دیگه، شده بچه ها دیگه. حالا انشالله ببینیم خدا چی میخواد در آینده، نگران نباشید درست میشه. من هیچ وقت داوود میخواد دو تا زن آمریکایی بگیریم کلن بریم آمریکا زندگی کنیم یه چند وقتی. هست الان من ویزای آمریکا دارم، نرفتم همین به خاطر. نه میدونم، دو تا زن آمریکایی بگیریم کلن بریم از اینجا. هم میخوایم چیکار؟ ویزا بخوای راحت میگیریم میری دیگه. زن میخوای زن بگیریم، چه زن آمریکایی بگیریم؟ من میگم دو تا زن آمریکایی بگیریم بریم سر زندگیمون بشیم داداش. این چیه؟ بچسیم دیگه به زندگی. فضای مجازی هم خدافظی کنیم، نظرت چیه؟ من خیلی وقت از فضای مجازی دورم، من تک و توک میام توش، ولی دیگه آخه فضای مجازی هم نیم چیکار کنیم؟ بعد یه کسب و کاری راه بندازیم، داریم کسب و کار یعنی، ولی یه کسب و کاری که دیگه سرمون گرم شه دیگه سر از مجازی در نیاریم دیگه. نمیخوای مثلا دیگه دست بچه تو بگیری، دست زن تو بگیری، دور دنیا رو به چرخی مثلا اینجور؟ نمیخوای بازنشستگی اعلام کنی دیگه؟ انشالله امسال دیگه بازنشسته میشیم دیگه، دیگه 2021 دیگه خدافظی میکنیم، جوونا بیان جامونا بگیرن انشالله موفق باشن و به تلفنن دیگه. من دیگه آخرامه دیگه. دیگه میخوای یه دو تا خواهر پیدا کنیم با هم باجن آخشیم؟ اونجوری هم خوبه، اونجوری هم برادریمون رو از دست نمیدیم باجن آخشیم؟ نه دیگه، من میخوایم چیکار کنیم؟ من میخوایم میگم مثلا باجنا فامیل نمیشه، نمیدونم خودی نمیشه، اینجوری نشیم یه موقع. من میخوایم چه برادریمون از دست میدیم داداش. میخوای پس من میخوای الان پاش هستی دو تا مثلا دو سه تا کیس آمریکایی دارم، دو تاش اوکی کنیم که خواهر برادرم اوکی باشه، یعنی دو تا خواهر خوب، یکیشونو تو یکیشونو من. آفرین آفرین. تو بگیر کوچیکرا من. الان چیزی هست؟ چیزی رو دلت بخواد هست اینه من یاده بگیریم دیگه، تا هر موقع میگی بگو بگیریم. این چقدر آروم حرف میزنم بچه رو، به خاطر اینه که دریچه قلبم هم ضربه خورده بهش، نمیتونم بلند صحبت کنم. چاقو تا اونجا هم تا دیافراگم رفته، نمیتونم بلند صحبت کنم، ببخشید. من شق و رق صحبت میکنم، باید درست میشه یکی دو ماه دیگه درست میشه. داداش الان هم درسته، الان هم اوکیه. قشنگ سلامتی به دست آوردن خیلی فرق داره. درستش میکنیم. آره. همین روزه ایشالله درستش میکنیم. ولی امسال دیگه سال آخره دیگه. الان جدیدن هم یه فیلمی هست، یه دونه مهران مدیری دراکولا رو بازی کرده. البته منو با یکی دیگه گذاشته، خوشم نیومد. فیلمش رو البته کار خوبی نکرد، چون اصلا اون به مجازی به اون نمیرسه، به اون کسی که اول دراکولا عکسشو با ما باتی کرد. حالا یه ذره فکر کنم اونو بیشتر سانسور کرد و نشون داد، ولی اشتباه کرد منو گذاشت، یا اونو میذاشه منو میذاشه، میدونی چرا اصلا به اونا نمیرسه مجازی. یه دونه فیلم میگه هست، کدومه اون یکی فیلمه؟ چی بود اون یکی جولی دبازی چی بود اسم یارو؟ رادیو اکتیو. آ نه چیز بود، خوب و بعد جلف یه همچی چیزی. آره اونم با حاله میگه داوود رفته فلان دیگه، میدونی دیگه ما پیش قسمت شدیم دیگه، باید خدافزی کنیم یا باشه باشی دیگه. داداش قبول داری یه چند روز فضای مجازی نیستی خلوت شده؟ دیگه میترسن خواهی ندارن دیگر هم بیان تو مجازی حرف بزنن، که میترسن ببرنشون. چرا چی شده مجازی؟ خواهی دار میشن صحبت میکنن، حرف زدن و نمیدونم به تبلیغ کردن و نمیدونم فلان. من نیستم، همه مثل کفتر بالو پرکنده میرن تو لونه هاشون، من میام بیرون همشون فاز پرواز میگیرن. اینا مثلا من باباشونم یا خداشونم از استغفر الله یا نمیدونم. ولی بود واقعا فکر کنم تو از مجازی بری خیلی ها دیگه پست و عکس و استوری هم نذارن، ترسن بالاخره بذارن یه دفعه بغل میشن میرن میان. بالاخره ما باید باشیم، حواسمون به همه باید باشه. آفرین آفرین. چند وقت خدای من تو مجازی دور میزنم تو اکسپلوره هیچی نیست، هیچی اصلا نیست انگاری.
همش کسوشره، همه دارن رو خودشون جرم میریزن. یکی میگه تو مجازی من جندم، یکی میگه نمیدونم من ابنه‌ایم، یکی میگه نمیدونم من آدم فروشم، یکی میگه من بزن بهادارم. همه دارن الکی برای خودشون جلوه بد تو اینستاگرام جلوه میدن، کار خوبی نیست. این بنده خدا مرد یکی دو روز پیش، کی بود؟ مینا نامداری؟ چی بود؟ آرزو نامداری بنده خدا، خدا رحمت. چی بود؟ آزاده نامداری. آزاده چرا این بنده خدا منو بلاک داشت؟ من مینا میمیره، مینا منو میکشه. بلاک داشت منو، رفتم دیدم. چرا؟ نمیدونم، یه دونه اون منو بلاک داره تو مجازی، یه 4-5 نفر منو بلاک دارن، شاید هم حالا بیشتر، نمیدونم. اونایی که معروفن، یه دونش رضا شیری خواننده بود که دوست شدیم با هم، ما رو بلاک در آورد. گفتم چرا بلاک کردیم؟ گفت همش تو اکسپلور بودی قدیم. آفرین داوود، تو یه زمانی خیلی تو اکسپلورای بودی. آره شلوغ میکردم. بعد یه دونه این پسره بود، کیه این؟ من با شکسپیر با خاک مادرم به ارواح مادرم آهی میخونه اینجوری شمالی، شاهین نجفی. من شکسپیر به من گفته که اینجا باید فلان کار کنم، او ما او اینجوری آهی میخونه. شاهین نجفی چه ادای خیلی بلدا رو در میاره، انگار مثلا خیلی سرشه. اون یه دونه منو بلاک کرده. یه دونه سوگند خواننده، اونم دختر خیلی نمیشناسمش، ولی با عرفان پایدار دیدمش میشناسمش. اون منو بلاک نمونه اتفاقا سوگند منو بلاک داره. آره هر کی مرده دور از جون بنده خدا، اون مرداد میناوند منو بلاک داشت. البته مرداد میناوند اون شبی که با هم درگیر شدیم منو بلاک کرد، خدا بیامرزه، ولی نمیدونم چرا بلاک میکنن. بابا رو بلاک میکنن میمیرن، خدا نکنه، ولی نمیدونم منو بلاک کردن. آخه خیلی برام کنجکاو شدم. راست میگه، ببین هر کسی تو مجازی رولا زن منو بلاک داشت مرد. ببینیم بلاک مثلا داوود یه زمانی بلاک کرده بوده، رولا زن بلاک داشت مرد، خدا بیامرزه. مرداد میناوند خدا بیامرزه. رضا شیری هم نمرد چون از بلاک تو رو در آورد. آره آره، نه حالا دور از جالا، ولی نمیدونم چرا اینجوریه، من نمیدونم. ولی مثلا میمیرن، من یه دفعه مردم تو خبرها میزنن تو اکسپلور فلانی مرد، بعد یه سرچ میکنم یارو نمیاد، بعد با پیج دومم که 133 سرچ میکنم هست، میفرستم برای پیج اولم، میزنه چی میزنه؟ چی میزنه؟ بذار نشون بدم اینا، اینا میزنه. این الان برای خودم پستشون رو فرستادم زده بلاکی. پستشو ببینی، شاید هم مثلا کال میکنن دیگه، ولی من هیچ کیو بلاک نمیکنم، من بی ادبا رو بلاک میکنم. آفرین داوود. میخوای یکی دوتا دختر رو بیارم بالا از تو سوالی چیزی دارم بپرسن؟ میخوای بیار بالا داداش. دوستان عزیز که از داوود سوال دارن بگو من بیارمشون بالا که صفا کنیم. داداش من هر کسی اینجا بیادبی میکنه کلا بیادب کیه؟ کیلم تو کس خوار مادر، ببخشید بیادب چیز نگاه نکن بابا. چرا من فوش میدم؟ چرا من شخصیت همون فوش بدی دیگه، فوشتن دیگه. این یارو هم بنده خدا انقدر دیدی مردم روش تحصیل گوشته بودن، من رفتم دیدم دم یه همه خانوم هست که اومده بوده خارج به شوهرش بنده خدا، یه آبجو خورده، حالا آب میوه خورده، چی خورده، همه رفتن گفتن این چرا داره مواد، چی میگن مواد آبجو میخوره موهاش وازه، انقدر این حرفو زدن یارو فکر کنم بدبخت رفته خوشو کشته یا افسرده شد، حالا من نمیدونم. ولی در کل مردم اینجوری واز دهنشون، ولی کن منم اینجوری فوش میدم، ببخشید بچه‌ها فوش دادم، معذرت میخوام، اصلا دوست ندارم فوش بدم به اینا. میخواستم دو سه نفر رو بیارم بالا، اکثرا میگن منو بیار بالا، ولی لایواشون بسته است. نه یار، یفی میبینی مرد تردن با آیدی زن ها، داداش غریبه بالا نه یار، میخوان دودول نشون بدن دیگه. نمیارم آقا، ولش کن، از خودت بگو چه خبر دیگه، چیکار میکنی الان؟ اومدی بیرون این چند روزه؟ نیومدی؟ نه فعلا یه 20 روز بیمارستان بودم، دو سه روزم اومدم خونه، یه هفته است فعلا نشستی داری انرژی ها رو جمع میکنی. آره میگن داوود چقدر عینک بهت میاد. میدونم خودم بهم میاد، مرسی که گفتین. یکی دو تا آدم درست حسابی بیار بالا، مردم آوردی بالا بی نداره، ولی بی ادب بالا نیاره، حال روزمون خراب.
بیارم بالا داداش اکثرا پست چیزشون بسته است، لایواشون بسته است. چرا؟ خب نمیدونم چرا اینجوریه. یه صفحه دیگه نمیتونیم بیاریم، اگه میخوایم بیاریم بالا باید بریم از اون بالا بسرچیم بیاریم، احتمالاً اینجوری شده دیگه. پارمیس هم تو لایوه؟ پارمیس هم تو لایو. آره دوست داری بریش تو لایو بالا؟ بذار پارمیس منم فرستادم. سلام. سلام. همیشه هر موقع ما لایف میذاری تو هستی یا نشستی داری نگاه؟ همیشه هستم. یه دونه آدم خوره کلهی که با تبر کنده ما اینجا یه صدا هم داریم، بیس برنامه، نمیدونم حالا میشنوید یا نه. دیدید که دیگه ولش کنید چی؟ پامی چه خبر؟ تو بگوی. مهدی حالتون چطوره؟ این چند وقته تو چی کار میکردی؟ تو هم کم چیز بودی؟ تصویر بودی؟ اشتاله حالا پر تصویر میشه. پامی تو کجا بودی؟ نگاه ساتوریشو وای داوود یه جوری با عروسک بازی میکنه، این کاری بچه هست. نه خیلی باحال. نگاه یکی نگاه اینا هم داره، این تبرا میگیره دستش. این مال این ترسناکه هست. نه باحاله. اولش دستشه، الان میاد کیلتون چیه، الان میاد جلو میزنه. داوود چی برات آورده؟ نه از آمریکا برام فرستادن، عروسک برام میفرستن. اره برگوشو نگاه، اره برگوشو نگاه. پنجه بورد. حالا شما صحبت کنید، من دارم نگاه میکنم، شما صحبت کنید. چه خبر داداش خوبی؟ قربونه. خب بگو کجا بودی پارمین، چه خبر؟ بگو من هم میگه همین دورو برام نزدیک شما. نه چرا کم پیدایی؟ مردم سوال داشتن میگفتن پارمیس کجا، چرا پارمیس دیگه مشغول بودیم دیگه. مشغول بودی؟ مثلا مشغول چه کاری بودی بیشتر؟ بیشتر دیگه داوود تکش داره، اتفاقا واسهش افتاده بود، یه ذره مشغول و درگیر بودیم دیگه. چی داره؟ نشون بده چی داره. خب کودکی تکش زنده شده. داوود رو نگاه. آفرین. حسی کلوفت هم داره، نشون بده کلوفتش هم نشون بده به امو خالا. آفرین. حس خیلی ریز هم داره، خیلی ریز. پنج بوکس باریم کلا. حالا بیا من جایزه میدم. داوود از این هست که بچه بوده با دختر خاله بازی میکرده، بعد کار آخر با آمپول بازی میکشونده. آره با این با آمپول نمیخوره، این خیلی خشنه. به همه میگفته بیا دکتر بازی کنی. آه من قد داوود هم بزن... تو آمپول بزن تو بعد هم با دختر اکثر هم با دخترها چیز خاله بازی میکرد، با پسر میونه خوبی نداشت از بچگیشم. دختر دوست داره. دختر از بچه دوست داشت. بایره برقی داره میاد داوود بیدیم به مغزت آسیب رسید. تموم شد. نه به خاطر اون چیزت که کشید بیرون، اون خونه رفته، خونه مغزش رفت. خونه مغزش رفت داداش. تموم شد. داوود سر چندی؟ بعد اینجاش گبل داره موهاش داره نگاه. گبل تموم شد. خب داوود جون از خودت بگو. گفت دیگه. من گفتم دیگه، من اسباب بازی دارم. اسباب بازی داره، به دردت میخوره بگو.
بخوابه برو داره. بذار سرجش بخوابه. اونه چیکار میکنی؟ من هیچی داشتم شام میخوردم بگم خب لایو شما رو میدیدم خب دیگه چه خبره؟ شما چیکار میکنی؟ شما چیکار میکنی؟ هیچی بذارم مردم میذاره چی میگن؟ میخوایم بخونی کام به سوالای مردم رو بخون ببین چیا میگن؟ سوالی ندارم آخه، یا تعریفه یا توهینه. دلشون مهم نیست چی میگن مردم. تعریفاشو بخون. تعریفا که زیاده بابا، دوستمون دارن زیاد. هاشم سوال داشتم جان، بگو سوال بپرسید من اینجا جواب میدم. خیلی وقت لایو نذاشتیم، از چیز مردم چیز شدیم، هر شب هیجان. معلومه حوصله نه لایو رو داری نه مردم، و قشنگ از رفتارت مشخصه. انرژی نداره، انرژی داشت امشب انرژیشو میگرفتم، یه ذره کم انرژیه. نه دیگه، خب تازه ما اومدیم تو چیز دیگه. داوودو بعد یه بار بشونمش رو صندلی داغ، قشنگ داغش کنم دیگه. از این داغتر، از اون داغایی که پرسیدی داغتر. او بشونمش قشنگ داغش کنم. همون توی لایو هم همدیگه رو بزنیم، یعنی بعد لایو قرار دعوا بذاریم. بکن میخوایی داغ بوده ازت چند سوال صندلی داغی بپرسم؟ بپرس. چی بپرسم؟ هر چی بپرسم خطریه. تو بپرس. بچه ها این پست آخرم و بعد لایف بخونید کپشنشو. داوود یه موقع بخونید مثلا تعداد فالوورام رو ببرم بالا، خب یه شب مثلا چیز باشه، یه حب مثلا دوربینو بردارم به تو فوش بدم، شروع کنم به تو فوش دادن فلان، دعوا کنیم با هم، نمیشه؟ در درصد ساعت کدی ویس کنم میگیری توی یه شب؟ منم اگه واکنششون بده، یعنی واکنششون میدی به خاطر من؟ نه دیگه، تو بگی اوکی میکنیم دیگه. قرار دعوا هم بذارم میای؟ آره با من؟ نه بابا من گوزمم بیام کجا. فارمیس پریدی؟ فارمیس بکنم دوباره گوشیش خاموش شد. بده بره یه دونه سر دیگر بره ببندش. ببندمش؟ ببین دادش خودش رفت، گفتی بده بره خودش رفت. میگم داو شبیه معلم های پرورشی شدیم. ای کاش معلم پرورشی بسیم باشه. چیه؟ همیشه اینجوری تو دیگه. دیدی گفتم؟ یا داوود میگن خیلی داوود جایی؟ خاموش شد. خاموش شده. ای با هم آشتی کردی؟ آشتی بودیم. ادا در نیار بودیم. نه واقعا با هم آشتی کردید؟ کی؟ چرا من بچه به ما نمیگید؟ خبر نمیدید؟ آشتی بودیم تو تحریم های قضایی بودم. تحریم های هزینه بودی؟ آره دو دیگم بی عقب نکنم. حالا مولم چیزه ایزره. حالا بچه آره فیلتر بذار رومون دیگه. هاشم فیلتر داره. بذار داداش فیلتر بذارید، اشکال نداره. این نمیذار فیلتر. بکنه فیلتر. حالا خودش تنها سیدی فیلتر داره. چرا حرف نمیزنی آشه؟ من میخونم، میگن سبا رو بیا، ولی من سبا رو نمیبینم. بگه سبا تو لایوه. نمیدونم تو لایوه. سبا رو بزنم ببینم سبا تو لایوه. شما تا چیز کنید من یه چایی بیارم. داداش بشین. آقا رسید برکا میارم. بابا سلطان. داود هر موقع کمرت انقدر باریک شد بیا با هم صحبت کنیم.
باشه من لاغرم بختی میفروشیم من دیگه. نه تو شکم داری، هر موقع کمرت اینقدر باریک شد بیا با هم حرف بزنیم، هر موقع تونستی قشنگ کربیا رو سیس بکش کنی قبوله. میگه فهم وسط نشکنه رو یه دونه اینجوری شکسته ها. نوشتن که چقدر این داداشو کنارم خوبن، عزیزای دل مایی، همیشه برادرها با هم شکل میگیرن دیگه. فیلترم خوبه. سبا رو زدم نه این من سبا نیستش تو لایف فکر کنم. یالا همجور رو سبا رو هم بیارید بالا لایف بکنیم. چرا فیلتر من اینجوری شده؟ چون از این عدا ها در نیمه برد فیلتر ما. یه تنبیه بزرگ بعد بکنیم. کیو؟ کلن چی میگی؟ کیو؟ ایرامو باید تحریم کنیم بریم دیگه، ماها نباشیم مردم، نه دیگه میفهمن قدر عافیت چیه، امثال داوود کی بودن، امثال ایکس کی بودن. این روژینه رو بیار بالا، روژان ناز قرمز قلب قرمز. آفرین روژان هم خوبه. آره بیارش بالا خیلی خوبه. بعد از تنبیه کنی دیگه نبینن عشق حال، نبینن لباس بودن، نبینن سر نبینن، یاد نگیرن، همین تو گوشی برن چهار تا کس شعر ببینن و یه ماها رو نبینن، چون دیگه ارزش نداره. مفت اومد آدم رو ببینن، بری براشون لباس بخری، به خودت برسی، ماها تو هر روز سشور کنی، به ماها ضربه بزنی، به اعصابت ضربه بزنی، فوش خانواده ازشون بخوری، سلام وقت تو بذاری، بی احترامی به چیه سلام، نمیدونم عزتت بره، بعد مردم بیان آخرش بگیرن بد بوده، ایشالله بگیرنه، ایشالله بمیری، ایشالله. این مردم ارزش ندارن، جدی دارم بهت میگم، یعنی اصلا نباید وقت، دلوقت عد کلون، نمیدونم ساعت هنگ خانته، یعنی داری علکی بد برای خودت بزنیم مردم تو خیابون، چون مردم خیابون خواهی ندارن. مگه میشه تو خیابون را بری یکی بهت خوش بده تو این کنه؟ نه، فقط یه نگات میکنن، تو هم تو مغز یارو نیستی که چی میگه به، یعنی واقعا این دنیا ارزش نداره. آدم بخواد تو این دنیای مجازی کیه روی؟ سلام 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 آقا، چقدر خوشحالم که همگی جمع در کنار هم و فقط جای روشا جون خالیه. روشا هم میاد. شما کجایی الان؟ چرا نیستی؟ ما نمیم، من والا خیلی داغونم اینا زده. چرا موت نه صافش نکردم، گوجش کردم این پشت. ایفی نداره، خوب کاری کردی. حالا گوش کن ما داریم حرف میزنیم. بفرمایید. یعنی واقعا این مردم ارزش ندارن بخوای براشون لباس بپوشی، خوب بگردی، وقت تو بذاری، لایف بذاری، بعد آخرش میان بهت فوش ناموس میدن، میان دزدت میکنن، دوست دختر تو ببخشی جنده میکنن، مادر تو فوش میدن، پدر تو فوش میدن، آی نمیدونم ماشینت مال اینه، کونت مال اونه، خونت مال اونه، شورتت مال اینه، این حرفا میزنن. این مردمو یه جوری امسال سال آخر خاندان ما تو اینستاگرامه یه جوری تحریمشون میکنن، فقط بگن اه داوود هزینه، ای برادرش، ای فلانش، اینستاگرام چهار تا دلغک بیان براشون دلغک بازی در بیارن و اسکل بازی در بیارن از خودشون، برن اونا رو ببینن. یارو به شهاب غصه، حالا ما اصلا به قول اینا ما خودمون یه عالمه طرفدار داریم، شهاب حسینی با شخصیت ترین بازیگر ایران با پرستیج، اصلا یه توهین طلعت دهنش برای مردم در نیومده، میان بهش میان میگن نمیدونم حکومتی تو، نمیدونم آقا یارو تو جمهوری اسلامی داره فیلم بازی میکنه، میخوای شاهنشاهی براتون فیلم بازی کنه، میخوای تو فیلم شورت در بیاره، تو برنامه زنده بیاد لب بگیره از نمیدونم مهمونش، یا نمیدونم چرا آمپول کرونا زدی فلان. مردم ما خیلی مردم بدی شدن داداش، اینو جدی دارم بهت میگم، همشون رو باید بریزی دور. چرا شهاب حسینی نباید آمپول کرونا بزنه؟ چون بعد اول تو چونه اینا بره، بعد بره تو چونه اون. خب چرا آخه؟ برای چی؟ حالا زرنگ بوده رفته زده. داداش اصلا واسه زرنگی نیست. آقا زحمت کشیده داداش، 10 تا مثال برای خودش 10 تا افتخار تو کشور آورده. مردم نمیدونن کیه. مردم داداش هنوز فرقه دوست دشمن. مثلا داوود عزینه یه آدم مثل خود ایناه.
حالا اینا رو 5000 نفر میبینن، ما رو 1000 نفر میبینن، یا منو 5000 نفر میبینن، کسایی که تو لایو رو 1000 نفر میبینن، مردم فکر کنن من الان حقشون رو خوردم، الان فکر کنن تو حقشون رو خوردی، الان فکر کنن این خانم حقشون رو خورده، الان فکر کنن این دختر حقشون رو خورده. میدونی مردم فکر کنن الان پولشون دست ماست، عمرشون دست ماست، نمیدونم لباس شلوارشون دست ماست، ارث پدرشون دست ماست، یعنی ما داریم از اونها استفاده میکنیم، به اینا نمیدونم. مردم فعلا فرق این چیزا رو نمیدونن، نمیدونن که ما ملت رو کنترل نمیکنیم، ما برای ملت حرفی نداریم، ما یه تلفن تو گوشمون میایم حرف میزنیم. کسی که حرف میدونه شهاب حسینی سیتیزن آمریکاست، جزء شهروندای آمریکاست، باید بزنه. مریت خوشه به من تو چه ربطی داره اصلا؟ به من چه، به تو چه که بخوایم در موردش نظر بدیم یا کاری کنیم؟ بلند دارم یه مردم ما اینجوری هن. مثلا این یاروی هم که جدیدن مرده، این خانم نامداری، خدا به بچهش و شوهرش زشتشون کشترش داده، انقدر که این مردم دل آدم رو میشکرن. آره دل چی چی کستن، یلا هر چی شده نبوده، حالا باباش میگفت این مردم کشتنش تو رژیم. نمیدونم با حرفای مردم، یالا هر کس که اینجوریه تو قبر خودش میخواد و خدا خودش میده. مثلا یارو دیروز اومده بود برای من نوشته بود ایشالله بگیرن بیارن ایران. آقا من مثلا گرفتن، آقا تو راست میگی، من دوست، من قاتل، تو رو من تو گوشی تو دیدی، تو رو ضربه که بهت نزدم، تو هم به من نتونستی ضربه بزنی، الان من اومدم ایران چه فایده ای برای تو داره؟ من الان کردن زندان، اصلا من آزاد کردن، اصلا منو بردن الان چیز رو داره؟ میدونی اینا رو من داداش رفتم یه جایی، من الان مرگ و سه دفعه تالا با چه دیدم. خب اصلا این مردم ارزش ندارم بخوای یک ثانیه وقت تو برای اینا بذاری. حالا من اینجا تو لایو دارم این خوش میدیم با این با خوردون هر خوردون طرف اونی که دستشه 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 ما همون مرتبه اینه که مون خوشگله، پیرنمون خوشگله، دوست دخترمون بغله، تختمون کلاس بالا سرمون چه کجه، لامپ خونه داو صدات قطع شد، من صداتو ندارم، یهو قطع شدی. الان بسته؟ الان بسته. قطع شد یه لحظه. در کل دیگه میخوام از اینستاگرام برم و دیگه دوست ندارم تو این فضا باشم. مردم بدم میاد. دوست ندارم مردم ببینم. من هیچ کدومش نمیدونم. نه اونایی که تعریف میکنن، نه اونایی که بد میگن. اوکی. شما چطوری خانم؟ روژان ای آقا هاشم شما خوبی؟ قربونت برم. روژان مردم اینجا چی میگن این پایین؟ هی میگن روژان دودول داره، یعنی چی؟ بابا دودولش چی؟ آره دارم. نه جون من چی میگن روژان؟ من نفهمیدم. آره دارم دیگه، واسه بچه ها گذاشتم تو آب نمک، هر وقت لازم داشتم بدم مامانش. میخوای یه دقیقه در بیاری نشونش بدی بیخیال شن؟ نه بابا روژان که زنه. نه هی میان میگن روژان قبلا مرد بوده دودول ده. من نمیفهمم یعنی چی، من نمیفهمم الان دودول داری. اینا حاشیه‌ای که اون اوایل مد بود، تیپای پسرونه میزدیم مثلا براشون جالب بود. آها فکر میکردن که تو دودول داری. آره آ هنوز فرق لزبیان و گی رو نمیفهمن، میخوای فرق آدم عادی و ترنس رو بفهمن؟ بکن روژان، مثلا این حرف الان زدن داشتم تجسس میکردم من یه شب مثلا برم انگلیس پیش روژان، روژان یه شب یه چی بگیری دستش دنباره. روژان اگه واقعا دودول داشت باشی به من میگی؟ برم همین مونده به خدا داشته میگم. اگه یه موقع بخوای منو دعوت کنی با هم یه بار یه کلاب به جایی بریم، اگه دودول داشت باشی به من میگی آقا من دودول دارم. یعنی واقعا مردم خیلی فانی هن. ایره همه که میگن دودول. من نمیتونم، میگفتم خدایا دودول دوهل چیه؟ ایره فکر کنم دوهل داره، من نگاه کنم واشن داره میگن دودول داره. آره و میگفتم الان دمر شده رو دودولش خوابیده. دیگه انقدر این چیزها رو از مردم فهمیدیم دیگه، یعنی هرچی میگن میگیم حرف بعدی شما هم درست. بعد یه چیز دیگه هم میگم، میگن که همش روژان رو این تخته است. چیکار میکنی روژان رو این تخته؟ والا من وقتی میخوام لایو و اینا بذارم قانونا تو اتاقم.
ولی مثلا حالت عادی خب تو خونه میچرخیم دیگه. یعنی مثلا جای تو این چیزا اینجاست، بعد خونه هم اصولا نمیشه همه خونه رو نشون داد. فردا پس فردا بابا مثل قبلش میگفتن اینا دوزن فلانن بیسانن، دوباره پای سرمون حرف در میاره. تو یوکی دیگه درسته؟ آره. باید شرط بندی داری شما؟ نه یه تایم 5-6 ماه تبلیغ کردم دیگه اومدم کنار. همه تبلیغ میکنن دیگه. درآمد نداشت؟ چرا درآمد داشت، ولی اون چیزی که بهم گفته بود نبود. من الان مثلا میلیون دلار از توش پول در میاد، فکر کنن الان همه پول بلن. نه منظور درآمد بچه ها مثلا شما 10% تو وست میشه بزای من وست میشه. آره یه اتفاقی میفته اونجا. الان تا به مرسی که دست به گوشید میزنی درست میشه. الان خوبه؟ الان خوبه. خب آره این بستگی داره. مثلا اوایلش به من گفتن آره درآمدش انقدر انقدر انقدر، ما گفتیم اوکی. خیلی مهمه که تو مثلا تبعت تا چقدر باشه. مثلا بیشتر لخشی؟ نه تبع پول در آوردنت. مثلا یه نفر 40-50 میلیون براش خیلی زیاده، ولی 40-50 میلیون میشه 1200 پوند، یعنی شوخیه. 1300 پوند. ولی در کل از وقتی که مجلس ما من تبلیغ کننده بودیم، من گفتم هم همیشه مردم یه حرفایی میزنن میان میگن دکتر فرشید، من اینا رو دورادور میشناسم، اینا هم منو دورادور میشناسن. همه هر کس تو این سیستم تبلیغات چیه کسی سیستمی نداره. اینا اومدن میگن سیستم مال داووده، مال یه تبلیغ همه کردن پولشو گرفتن. تبلیغ همه چی میکنه. من تبلیغ فقط بت کردم تو عمرم، ولی یکی از توالت تبلیغ میکنه، یکی از هتل تبلیغ میکنه، یکی از عینک تبلیغ میکنه، یکی اکسشن تبلیغ میکنه. ولی در کل از وقتی که مجلس تصویب کرده که کازینو مورد داره، نمیدونم حبس داره، میگیرن میارن، من دیگه هیچ وقت تبلیغاتش هم نمیکنم. از وقتی که مدرسه برادر ما تو این دو سه ماه که یک سال خورده تبلیغ نمیکردیم، ولی مثلا دیگه الان میام پیشنهاد میدن میای تبلیغ کنی تو دایرکت، میگم نه نمیکنم. مثلا سایت نمیدونم ایکس، سایت ایگرگ میان، ولی من دیگه تبلیغات نمیکنم. بعد کازینو هم هیچ مشکلی نداره. کازینو هم آی دزده مزده نه، الان من سر حرفی نه، همه چرت و پرته. هر کی میره توش میبره میبازه، حقشو میگیره، به بازه هم حقشو میگیره. آره چه ببری چه ببازی اونجا پول میگیری یا نه. باید ببری هم باید بگیری، یعنی در همیشه بوده، الان هم هست. ولی فعلا ما تبلیغات نمی کنیم ببینیم تکلیفات چیه و اینجوری. ولی کلا همه چی تبلیغات چیه، حالا اینا نمیدونم برای خودشون چیز عثمون رو درست کردن. آره چی میخواد دیگه، تقصیرکار همسایه بغلی. تقصیرکار میدونی چیه؟ مثلا تقصیرکار امثال اون پسر قد کوتاه است، چی بود اسمش؟ جواد صبحانی. اون پلشت، اون یکی پلشت در میارن، لاد چون دختر خیار میکنن، لای سینه یارو تخم مرغ میکردن، تو کس یارو خیار میکردن. ببخشید حرف میزنم، انقدر از این ادا اصولا تو این اینستاگرام درآوردن، انقدر این گوهکاری ها درآوردن، معلومه دیگه مردم میان میگن آقا، آقای مسئولین، آقای کیرخر، آقای فلانی، آقای فلانی، اینا دارن جوانهای مردم رو به راه بد میکشن. من یه دونه از این کارا نکردم. ما یه سری با برادرمون تو لایو بودیم، زنه فکر کرد ما همین آشو داشتیم در بود سینه شو نشون بده به داشت و بندازش بیرون. مثلا این کارا نکردیم، این کارو میکردیم. اسممون صدا سیما نبود، اسممون موزیکا نبود، اسممون خبرا نبود، اسممون هزار تا جا نبود گوش داره میکنه، اسم هزار تا جا نبود. میدونی گفتم گفتن این پسر درد نخوره است، این پسر لاشه در فلان است، میدونی. ولی در کل اینا ریدن تو این اسم کازینو، ریدن تو شرف هرچی کازینو داره، ریدن تو
اینستاگرام من نمیدونم که چی، مثلا یکی میارن لاشو اینجوری وا کنه، مثلا اینجوری وا کنه، لاش یه چیزی بکنه، من نمیدونم مثلا اون بالا دارن الان چقدر میبینن، 2000 5000 4000 نمیدونم هر چقدر دارن میبینن، بشه 10000 بشه 20000 بشه 30000، بعد اون موقع ما بعد چوبشو بخوریم. میدونی ما که چوبی نمیخوریم، اینو همه بدونن، همون وریا بدونن هم این وریا، ولی در کل ما سر اینا داریم تومون میدیم. آقای نمیدونم خیار رو بگی دستت بکن تو دهنت بکن برس. آقا گفتی خیار، یاد این افتادم. آقا این یعنی چی میگن اینو لایف برسه به 10 تا اینو قیبش میکنم، یعنی چی؟ آره بابا این حرفا جواب منو بده، اینو من 100 بار پرسیدم میشه روجان میگن این لایف برسه به 10 تا اینو قیبش میکنم، یعنی چی؟ والا مرسی تواناییاشون. نه کافی کنم اینو میکنن تو چیز مادرشون، خواهرشون یا زنشون که بقیه به قرآن میگن لایف اگه مثلا برسه به فلان اینا میکنم مثلا غیبش میکنم دیگه نمیبینید، یعنی چی؟ شاید هم شعبد بازی بلدن. الان میگن الان لایف بشی 6000 تا اینو میکنم تو چونم. داداش اونم شعبده بازی، هر کسی نمیتونه. میگم ماشاءالله توانایی ها بالاست. یا اون یکی خواننده فازه نمیدونم استوپ داگ گرفته گل میکشه فوت میکنه تو گوشی. نکنید، کشور اسلامیه، کشور جمهوری اسلامیه، ما خودمون الان حد مرز جمهوری اسلامی رو رد کردیم دیگه، اینجوری رو میتونن تحمل کنن، نه دیگه خیار رو تو کس زنتون رو داوود قبول کن، جوونا خب خسته شدن دیگه، محدودیت این آب، این یعنی چی آب مدنی رو غیبش کنم لایو بشه در کار خب این آره این فوله، این فوله، ولی کاش اگر فرهنگش رو یاد میدادن یارو اینو غیبش نمیکرد. الان میخوای همین روجینی که تو لایو ببخشید روجین جان مثلا دارم مثال میزنم بگم همین الان لاپاشو نشون بده لایو میشه 8000 تا، میخوای بگم سینه‌شو نشون بده لایو میشه 10000، بابا ما این کاره نیستیم داداش، این شخصیتش به ما نمیخوره، این بچه بی‌ناموسا اومدن رسیدن. ببین میدونی من واقعا اینجا باید اعتراف کنم مسئولین عزیز اسلامی، این رستوران هزینه بدآموز بود، این رستوران هزینه از وقتی که دایر شد این گداگودورا تو استانبول اومدن اونجا جمع شدن، اومدن اونجا از ما خط گرفتن، ولی خط درست رو دادیم ما، اینا خط اشتباه رو رفتن. گرفتی چی شد؟ یعنی هر کدوم این آشولاشایی که شما توی این اینستاگرام میبینید از کوچیک تا بزرگیشون، پرانتز باز پرانتز بسته، همشون اومدن اون تو خط رو گرفتن، ولی بعضیشون خط رو درست نرفتن، خط رو درست میرفتن نه برای ما مشکل درست میکردن نه برای خودشون و خودهاشون. گرفتی؟ اینا اومدن ریدن تو این بازار، ریدن تو این، حالا کیره تو بازار، من صد شغل دیگه دارم، من 10 تا دکون، من اینجا اجاره های ملکام و چیزامو بگیرم بسمه، مثلا نیازی به نه تبلیغات به سایت دارم نه نیازی به چیز دارم، ولی این بیشرف ها سیستم اینستاگرامو به هم ریختن. داداش جمهوری اسلامی با تو کاری نداره که میگه آقا برو عکس تو بذار فیلم تو بذار، نه دیگه بیا اینو بگیری تو کس ننت کنی تو لایف، لایف بشه دهکا اینو بکن تو کس زنت یا تو کس اون آبجیت که اینجاست خودت رای دوری مثلا اینو میکنی، بعد جواب پس بدی، رفتی نشستی اروپا بعد جواب مردم پس بدی، این نیست که مثلا بیام بگیری. سلام، سلام، چطوری؟ قربونت برم، شما خوبی؟ بسیم این فیلتر رو ریز بندازم فن. خوبی داداش؟ گرفتی؟ خوبی؟ بعد اینجوری نیست اینا دارن میرن جلو، ولی کلن نفری که تو خارج دارن زندگی، من اصلا ایرانو دادم رفت، من ایران شاه بیاد، شاه که به درد مملکت داری نمیخوره، اون مثلا نهایت میخوره، همین ولیعته میخوره، نهایت 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 یه مدرسه دبستان باشه، ولیعت پسر شاهی کیه میاد کلوف کلوف صحبت میکنه، اصلا اون مملکت دار نیست، اصلا اون خودش یکی از خائنای بزرگه، حالا کاری نداره من سیاسی نیستم، ولی اون مملکت دار نیست، اون به درد مثلا همون مدرسه چی میگن مثلا نهایت راهنمایی دیگه، مثلا سن یکی رفت مثلا اونم کلا گوشایش مدرسه 100 نفر باشه، اون که از اون گرفتی
ایرانم که من نمیرم، نمیخوام طرف اونا رو بگیرم. من نه ایرانو دوست دارم، نه از ایران دیگه خوشم میاد، نه دیگه اصلا آب و هواشو دوست دارم، نه دلم برای جایش تنگ میشه. ولی در کل اینایی که اومدن تو این مجازی تو این یکی دو ساله 200-300 نفر امثال ما رو به گاه دادن. به گاه هم ما نرفتیم، ولی چرا ما باید آقا مثلا ایکس ایگرگ بیاد بگه آی فرار کن آی بیسا، مثلا چرا باید این کامنتش این زیر بیاد؟ من همش تو خونم هم اینجا ترکیه یه دونه شماره ازت در بیارن میزنن، آدرست میاد، لوکیشن تلفنت میاد، تا چون دادن بچگیت میاد. اینجا از دست دولت نمیتونی دری که من اینجا مشکلی ندارم بخوام فرار کنم، بخوام منو دادگاه یک دوسه میرم دادگاه خودم معرفی میکنم اینجا، حالا اونایی که اینجا زندگی میکنن میگم. یا همون انگلیسی که ایشون داره زندگی میکنه ایشون مشکل داشته باشه یه دقیقه میان اجوله در میبرنش. آره آره اینا نمیدونن، اینجا فکر کنن ایرانه، بری تو شما بری تو شیش خواهیم شی. اینجا یه بنزین بزنی پلاکت بیفته تو بم بنزین بردنه. ولی در کل اینا کلن الگوریتمو نمیدونم سبک اینستاگرام رو لولاشیی بردن. ما رو به لاکچری بردیم، رو به قشنگ بردیم، رو به انگیزشی بردیم. مردم بیان مثلا داوودو ببینن، برن داوود اینو خریده برن اونو بخرن، لباس پوشیدن یاد بگیرن، حرف زدن. حالا اون طرفدارای من الان بعد خواهم میگن تو کی که لباس بخریم فلان کن. هزار نفر ما الگو هزاران نفر هستیم، ولی در کل اینا ریدن تو صفحه مجازی رفت، هزار نفرم رو ما زوم کردن داخلیا، کلا به گاه رفت دیگه همه چی دیگه. الان دیگه راحت شدن، الان دیگه فکر کنم اینا تو بقا فکر کنم آره دیگه از دو سه ماه دیگه اینا شروع کنن به خوار مادرشون رو فروختن یا مثلا دوست دختراشون رو فروختن خرج زندگیشون در بیاد. حالا ایشالله که خدا کمکشون کنه، ولی در کل همه چی رو نابود کردن. آقای غفوری از این حرفایی که من زدم کدومش درسته کدومش نادرسته؟ خیلی هاش درسته، خیلی هاش هم من فقط میگم مشکل از نظر من مشکل داشت فرهنگیه و ما کسی رو یعنی آدم فرهنگی خوب تو مملکتمون نداریم. ببین با بگیر و ببند و اینجور چیزایی چی درست نمیشه. ببینید چیه، مثل قضیه فیلترینگ میمونه. یه زمانی یادت باشه ویدیوها رو جمع میکردن میریختن تو خونه، هر کی ویدیو داشت، هر کی نمیدونم DVD داشت، میریختن جریمه میکردن، اعدام میکردن. مثل قضیه الان که اومدن هزار تا اپو دارن فیلتر میکنن، هزار تا فیلتر شکن داره فروخته میشه. خب نظر من باید صدا و سیما، ارشاد یا مثلا یه آدم فرهنگی درست بذارن تو مملکت، یه ذره فرهنگ سازی بکنی. با فرهنگ سازی فکر کنم بهتر بتونی شخصیت آدم ها رو عوض بکنی تا بگیر و ببند. ما 40 و اندی سال مملکت اون فقط بگیر و بزن و ببر بلده. الان مثلا ملت ما اگر یه چیزی هم گرون میشه میریزه تو خیابون، بازم اونا رو هم میگیرن میزنن میبرن. اونا دیگه مشکل چیز دیگه ای نیست. ما مدیریتمون خوب نیست، ما مدیریتمون از پایه مشکل داره. میدونی چرا؟ کسی که شکمی سیر باشه از نظر من حرف یه آدم گشته رو نمیفهمه داداش من. به خاطر همین ناهنجاری پیش میاد، یه جوری میشه که ایکسا میاد ازش بیرون، ایگرگ ها میاد ازش بیرون، به قول تو همین صبحانی ها ازش میاد بیرون. چاره ای نیست. آخه باید دست به دست بدن از نظر من مملکت رو درست کنن، یعنی یه کاری کنن. مملکت حکومتش مهم نیست، هر کی میخواد حکومت کنه، هر کی بلده بکنه. مملکت رو باید درست کنن از پایه. میدونم مملکت رو باید درست کنن که مشکل من نیستم یا مشکل اون پوفیوز نیست اون بعد لخ میکنه این و اونو. مشکلات شما روخ کاری داداش، باید چهار تا مثل من تو کسیدن من چرا باید آقا من میدونی چی میگم؟ من الان متهمم به دید جمهوری اسلامی، من متهمم، من آدم بدیم. منو چرا با این کسکشا مقایسه میکنید؟ من کی کون در آوردم، کی سینه در آوردم، کی نمیدونم قاچاق انسان کردم، کی ترویج فساد به فحاش کردم؟ آقا این دوست دختر من بوده، آقا من دوست دختر من نبودی، مگه من خرجتو ندادم، مگه بغل من نخوابیدی، مگه بابام من بزرگ به تو گفتم میریم لب ساحل شورتتو در بیار مردمش ببینن؟ خب لب ساحل مگه با چادر میتونه این بیاد؟ بعد با شورت عکس بگیره دیگه. هزار تا ایران خب میدونم، ولی من هیچ وقت نیومدم به تو بگم بیا اینو بگی دستت برگرد تو لایف بگو نمیدونم بشه 10 کاغه بهش میکنم، بشه 20 کاغ میکنم تو چونه داوود. میدونی داداش یه آدمایی هم من نباید با اینا مقایسم. ببین مثل چی میمونم من تو ال بگیری، ال کاپون من
اینا خورده فروشن، اینا پلشتن، اینا یه مش آدم هیچی ندارن. آقا منو خواستید محاکمه کنید، تنها محاکمه کن، میخوای بکشی، میخوای زندان بری، اینا بیشرفن. من بیشرفی تا تو اینستاگرام نکردم، گرفتی؟ اینا یه مش آدم هیچی ندارن، سر اینا ما همینجوری داریم توهین میدیم. ارتششون هم اسمش دیره با پیجای فیک زنجنده ها دارن چرت و پرت برام مینویسن، گرفتی؟ نه جلو که نمیتونن این حرفو بزنن، ولی میان این زیر میذارن. ولی در کل اینا داداش الگوریتم همه چی رو به هم ریختن، یعنی شاشیدم تو اون مدیریت نمیدونم اینا تبلیغات کردن، خواستن نمیدونم سایت شلوغ، نمیدونم این کوسچرایی که مردم میگن حاشیه میکنن سایتشون شلوغ شه، ذریبش بره بالا، ذریبش بیاد پایین. حالا این کوسچرای مردم ما داوود، وقتی استوریای همه رو نگاه میکردم همه بهترین ظریف ها رو داشتن، یادت میاد روشه؟ بهترین ظریف نداره الان، بهترین ظریف. من استوری هر کی رو نگاه میکردم ظریفای اون از همه بالاتر بود، دیواشون بالا بود الان بود. ببین یعنی باورت میشه هر استوری هر کی رو میدیدم میگم همین الان بیا ظریف من بالاتره. بعد یه زمانی شد ببین میرفتم تو استریوی مثلا دیگرون نگاه میکردم دیگه این هی سایزش اضافه تر میشه، مثلا یکی بینی از این خیار انگلیسی ها هستن رجا میده تکی میفروشن اینقدر دیگه گرفته بود تو دستش دیگه سایزه اضافه میشده، هر کی میگو مثلا این لایبه بره بالا اینو میکنم یه جام. یه مدت این مد شده بود، خب یه مدت میومدی میدیدی همه دارن مثلا کونا تو تصویر دارن شیک میزنن. اصلا من سبک اینستاگرامی تله طول سگایی که اینا تو اینستاگرام رفتم فالو کردن، حالا یکی 100 کا میبینن یکی 5 کا، اینا رو من خودم آوردم تو این بازی، خودم بهشون یاد دادم چی بگن. اینا بوی عرقشون هنوز مبلای رستوران من هست، هنوز کسکش بوشون نرفته تو رستوران. به داشم گفتم اینا رو با دوست دختراشون نیار سر میزم فاصله بگیر. اینا رو ما خودمون چونشون رو گنده کردیم، خودمون راهو بهشون یاد دادیم، بویی هم خوردیم. این یک. دو، اصلا ما خیلی اشتباه کردیم هاشم، میدونی؟ نه اصلا به خاطر سایت شرط بندی ها داداش، الان تو یکی میاد ترکیه راهو بلد نیست، تو میای راهو بهش یاد میدی، این راه بلد بودن فردا به ما ضربه میزنه، میفهمی به چی دارم بهت میگم؟ الان ضربه هاشو ما داریم میخوریم الان. ببخشید به سایت شرط بندی نیست که، چرا اسم من باید با این مادر قوا توی لیست باشه؟ این کونده خارا بغل من نفس نمیتونستن بکشن، بغل من راه نمیتونستن برن، اصلا اجازه نمیدادن سر میز من بشینن. چرا باید اسم ما لای اون باشه؟ بیان بگن آی شما هم فلانید بیسارید. بابا من این اینستاگرام ایرانو به قرآن خوشبوش کردیم، مردمو یه ذره یاد دادیم اسم ویلا چیه، ماشین چیه، خونه چیه، نمیدونم دوست دختر چیه. ما این کارا کردیم، ما شورت کسی رو در نیاوردیم، سینه کسی رو در نیاوردیم. درم آورده باشم به کسی ربطی نداره، ولی منو راه اینا نذارید، راه منو جدا بذارید. بعد میگم برادر، نه شما درست میگی، شما درست میگی، الان داری اینجوری میکنی، میخوای بکنیش تو چونه؟ نه دارم سایزش رو نگاه میکنم ببینم اگه مثلا لایف مثلا در کجاشون میکنن. از بریفی بود که بود یاد اون میفتم یکی بود رو آب راه میرفت اون یارو کی بود خیلی چیز بود، دیوید کاپرفیلد میگن خیلی تو کیونش میکرد از سرش. آره آخه اون از ته میکرد. آره بعد دیگه رسیدیم به شک، بعد رسیدیم به تخم مرغ، دیگه میامدن میدم همه دارن تخم مرغ میشکنن. ولی جالب اینجاست داوود اون تایم خیلی ها این پایین اصلا کامنت ها رو نخونید، ناموسای خودشون رو دارن میگن، حرفا رو هی کپی پیست میکنن میذارن نمیاد. ولی من داوود قفاری هم، اینا هم خانواده منن، همه تو لایو هم. من نظر کرده خدا هم، اینا یادتون باشه، خدا من همیشه بغل کرده، هیچ وقت خدا آبروی من رو نیبره. اینو تو سرتون بکنید، تو ذهنتون هم بکنید، تو کلتون هم فرو کنید. آی داوود ال میشه، داوود بل میشه. نه 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 نه، الان من هر چی هستم خدا بهم عزت داده، احترام داده. بده بره بالا. من هر چی هستم، هر چی دارم عزت خداست. عزت خدا رو حالا شما خوار خودتون رو بگایید، ای تونستید منو بکشید پایین. خدا میگه برید کیرم تو کس خوار مادرتون، من نمیذارم داوود بیاد پایین. داوود بعد ساعت 300
دیگه دستش میشه. این عزت خداه. داوود باید عینکش 200 میلیون تومان باشه. این عزت خداه. حالا هی تو بگو داوود بیا برو زندان، داوود سپا اومد، داوود چارپا اومد، داوود دوپا اومد. حالا تو این حرفا بزن. عزت دست خداه. برو بعد. حالا این پایین هی کپی پیست کن. هی بنویس. هی بنویس، هی برو، هی بیا. هی برو بیا. خدا بخواد اینجوری کنه من رفتم، ولی خدا نخواد ناموس خودت هم بگایی. 3 میلیارد آدم هم رو زمین بد بخوان، خدا نمیذاره پشم کیره منم کندشی که تو خندت بگیره بره تو دهنت بخوایی با خلال لرش بیاری. برو بعدی برادر. سلام خوبین، حال شما خوبه؟ شما خوبین روش عشقان؟ خوبی عزیزم، مرسی قربونت. داری مامان اوکیش؟ مامان پادر یه گوش پار میست فقط تو تصویر نمیرم من، ببخشید. پار خوبی عشقان؟ سلام خوبی، بهت سلام کردم. پار میست تو خودت بگو دیگه چه خبر؟ چی بگم؟ چه خبر؟ چی کار میکنی؟ چند وقت کم تصویر بودی؟ یه درگیر بودیم دیگه، به همین دلیلی که الان زد. اما چه خبر؟ روشن تو چرا کم فعالیت شدی؟ من روشن یه زمانی بود، روشن روزی 100 تا لایک گذاشتی یادم میاد. اون زمان ما فکر کردیم 4 ماه قرنطینه است، بعد همه چی برمیگرده به حالت اول، بعد بریم سر کار و اینا، گفتیم استفاده رو ببریم. من نمیدونستم 1 سال بعد تو خونه بشینم. الان چرا نمیذاری دیگه؟ الان قبلا من یادمه تو صبح تا شب تو لایو بودی. آره دیگه. اوه داوود و پارمی پریودی خوردم به من مالیدی، تو خوردی به من مالیدی. اونا دارن بازی میکنن. خب میگفتی روشان الان به خاطر اینکه مثلا یه سری مشکل ها برام پیش اومد، مثلا مادرم فوت کرد و اینا. مامان چند روز فوت کرده؟ یه تقریبا فکر کنم 2 هفته است. خدا رحمتش کنه. قبل 2 هفته رو میگم. نه اصلا آخه قبل 2 هفته، 4 ماه قبلش هم خواهرم بود. الهی الهی، خدا ایشالله بیامرزه و خدا رحمتشون کنه. بکنم عزیزم رحمت کنه رفتگان. بکنم اسرائیل اونجا یه داشته دوره برش بریم نمیره این اسرائیل. چرا؟ خب باید صحبت کن، یه رشوهی یه چیزی بهش بده بگو. آره تکایی میکنم نمیره. حالا خدا کمک کنه فعلا رفته، ایشالله گوش شیطون کرد دیگه پیداش نشه این سمتا. آفرین. روشان آیندت چه چیزی برای آیندت داری؟ از چه نظر؟ کاری یا زندگی؟ آینده چی کار کنی؟ برای آینده چه فکرهایی داری؟ آینده که خیلی فکرها دارم، ولی یکیش اینه واقعا از انگلیس موف کنم برم. کجا بری؟ یا دبی ترکیه، یا اگه مثلا خیلی دیگه چیز باشه مثلا برم آمریکا. آمریکا از انگلیسه؟ خیلی دیگه واقعا آب و هوا و همه چیش رو مخ آدمه. همش بارونه، همش بری. آفرین. میخوای یه نوحه بخونم برای بچه ها؟ بخون. میزنه آروم ای لای لای. تو بگوستی نه بلد نیستی بگیم. باره بارون الان سر امام حسین میبرن شلوار رو مزر میارن. مسخره که نمی کنیم، میخوام نوحه بخونم. نمیخونه به من چیزو بخون. عشق از سر. یه دونه موزیک میخوام از بچه محلمون امیر قیامت بخونم. عشق از سر تسکین شده، این قافیه اینجوری تعریف شده، علاقه من به تو هر روز بیشتر میشه. تلفن منو جدی بگیر. اشتباه داره. چی کنیم؟ اینجوری بخونیم. آه ببین انرژی داوود تموم شده. داوود انرژی روزی 1 ساعت بیشتر نداره. زود انرژی پایین. داوود تو بعد دکتر میشدی یا؟ من دکتر چی؟ چه بهش میاد اینک؟ خیلی باحال میشه. دوست داشتی دکتر بودی دکتر چی بودی داوود؟ من همیشه دوست دکتر داخلی باشم، با همه جای بدن کار داشته باشم.
دکتر دوست داشتی مثلا دکتر ماما بودی مثلا چه میدونم زنان و زایمان بودی؟ بچه در میوردیم نه بابا همه عینک زدن ببینیم به منم میاد از اینا آره تا میاد روی نه نه تو شبیه پیرزنا میشی درش پیرزنا این که چیزشون ضعیفه در بیاد در بیاد ببین در بیاد من دو تا عینک بزنم بده اون نبده دیوانه اونا اون لیوانه رو بده منم بذارم خب چه خبر دیگه روشان جان والا خبرها پیش شما شما دانه من دودول نداری مردم علکی داره از خودم داشتم اتفاقا اگه بود خیلی عالی بود به خدا این همه بدبختی های دختر رو نمی کشیدیم والا پسرها چه مشکلی دارن یعنی کلک نمی زنی این پسر چیزه روژان انگلیسی ها بهترن یا ایرانی ها والا من با انگلیسی تا حالا دوست نشدم چون یه بار اومدم امتحان کنم دوست شم ببین تا یک ماه می گفت بیا با هم بریم اسرار قدم بزنیم کافی بخوریم خب اینجوری هم دیگه هی میرن قدم می زنن ایرانی ها همش میگن بریم تو خونه بابا حداقلش یه روزشو بگو رستوران بریم بشیم توی رستوران یکم با هم حرف بزنیم همش راه بریم مگه راه قرض داریم قرض نمیکنه انگلیسی مثلا دوست داری مثلا یکی بگه بریم خونه زیر پتو لغت بزنیم نه بابا مثلا بگه بریم بشینیم فیلم ببینیم نمیدونم بعد فیلم اگر تنگ شد میخوای چیکار کنی الان مثلا داری فیلم میبینی الان من یه آدم الان یه دفعه این بلند شد میخوای چیکار کنی؟ هیچی دیگه فرار رو برقرار ترجیح میدم رفتی با من کافی خوردی 10 پوند 20 پوند استارباکس رفتی بود بکن با رفتی مثلا رفتی خونه روژان خب یهو رفتی با هم فیلم ببینید خب ما دستت بذاری رو پای روژان یهو دیدی انقدر داری وسط پاش چیکار میکنی موقع من نمیرم اینش خوبه اگه واقعا باشه خیلی حالا نه بالاخره با یه انگلیسی یه شب بودی یه جا که در حد دوست و همکار آره ولی در حد چی نبودی؟ نه اصلا کلا با خارجی نبودی با خارجی جماعت دادن خارجی و پاتیدن تو دروغ میگه چرا با خارجی بودم ولی با انگلیسی نه خیلی خوش ریختن رو خارجی ها بهترن یا ایرانی ها ایرانی ها چون فرهنگشون نزدیکه خب قاعدتا باش راحت میتونی فرهنگشون چیز میشه نشون داده میشه والا اینا نمیدونم ببین آخه در خلاف چیزی که من نشون میدم شاید همش تو خونم یعنی همه فکر میکنن من همش بیرون و این ور اون ور با این و با اون و اینا در صورتی که مثلا اگه با یه پسری هم استوری میذارم دوست دخترش هم پیشمونه ولی مثلا چون دوست دخترش رو نمیخواد نشون بده مثلا دوست دخترش رو استوریه نیست شغلت اینه که دوست دختر مردم بری درسته؟ همینطوری واسه من نخودیم همه جا هستم و هیچ کار هستم بعد دست باشه رو پام بتونم بشینم مثلا اینجوری نمیتونم بشینم آی دردم میگیره خب نمیتونم که نمیتونم الان درد داری داوود آره الان سرشی درد میکنه آش خوردی آره همون آش رو خوردیم به گاه رفتیم راست میگی آشش خوشمزه آش خیلی خوشمزه بود بابا از بنده خدا پای گاز بود داشت پیاز خورد میکرد پیاز خورد من دیدم دمت گرم روشو جان خدا انشالله ولی بچه دارم آموزشی بود و ایزارم فشموش دادیم حالا ببخشید ما رو از فردا نه پس فردا دو سه روز دیگه هر شبای لایو های هجان آنویز آقای غفاری میشه آدم بود ما هم میشه بازم و همه هر موقع تو حالت خوب شد من خیلی از سوالاتم مونده خب هماهنگ میکنیم میایم لایو رو 4 نفره میکنیم یه سری سوالات دارم اونا رو میپرسیم بعد چیز دیگه هیجانیش میکنیم آره.
اجازه بدی من دیگه لایو برم یا باش خدا همه با هم بریم دیگه، میخوام ال لایو بریم، تو نباشه اصلا صفا نمیده، همه با هم بریم دوباره، همه با هم میایم. باشه خدا ان شاء الله به همه و کسایی که تو لایون ما رو میبینن عزت بده، مثل ما بغل کرده خدا باشن، دل گنده بده، انقدر حسودی نکنن، حالا کردن هم ان شاء الله خدا کمکش، ان شاء الله عزت بده. شب خوش، روزگار خوش، قربون برم. مرسی روشا جان، مرسی، همه تونو به خدای بزرگ متعال میزن. قربونه همه چون، خدافز، قربونه تونو، خدافز شما، خدافز.